امیدوارم حالتون عالی باشه. کشور دوست هستم از ایزی اپلای، مشاور رسمی مهاجرت کانادا و عضو سازمان ICCRC. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم امشب، هم با یک لایو دیگه که میخوایم با روژین و منصور صحبت بکنیم از آفریقای جنوبی. این هم از اولین لایو ما هستش که داریم با یک شخصی از کلان قاره آفریقا صحبت میکنیم و خیلی خوشحالیم که میخوایم در مورد آفریقای جنوبی یاد بگیریم، در مورد کلان پروسه اپلای، پروسه گرفتن ویزا بعد و اینکه کلا تحصیل توی آفریقای جنوبی چه شرایطی داره و اینکه چه موقعیت‌هایی ممکنه که ایجاد بشه برای افرادی که حالا علاقمندن که اون سمت برن. و اینکه قبل از اینکه حالا شروع بکنیم و ازشون دعوت بکنیم که بیان بالا، من این رو هم خدمتتون عرض بکنم که اگر مد نظرتون هستش که در واقع برای آمریکا و کانادا اپلای بکنید و با ایزی اپلای قرارداد ببندید، ما نهایت 31 شهریور قرارداد می‌بندیم. اگر علاقمند به این کار هستین، الان باید در واقع یه وقت مشاوره بگیرید. وقت مشاوره آنلاین میتونید داخل سایتمون easyapply.ir بگیرید و بعد از اون اول ببینیم که میتونیم کمکتون کنیم یا نه. اگر تونستیم کمکتون کنیم، بعد در واقع وقت قرارداد تنظیم میکنین و ما در خدمتتون هستیم. بعد دیگه ما میتونیم بریم جلو و انشالله کارو شروع بکنیم. اگر خودشون هستن روژی خانم و آقا منصور، یک درخواست بدن که بیان بالا، انشالله با امید خدا شروع بکنیم که هم در مورد بکراند خودشون توضیح بدن ابتداعا و اینکه چجوری حالا پروسه اپلای و مهاجرتشون رو انجام دادن و هم اینکه دیگه سوالات بچه ها رو پاسخ بدن. خب سلام. خوبی؟ چطوره؟ مرسی، شما خوبی؟ متشکرم، ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم و مرسی. ما خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین که بیاین به ما از تجربیاتتون در واقع بگید و راهی که رفتید رو در واقع واسه همون توضیح بدین و کمک بکنید. ممنونم از دعوتت. خواهش میکنم. خودتون دیگه شروع کنید، در مورد خودتون بگین، در مورد پروسه بگین و بیاید جلو. اگه نکته‌ای بود و سوالی چیزی بود این وسط من بگم. اوکی؟ اصلا اینکه چرا آفریقا رو شروع کنیم؟ اصلا یه ذره در مورد آفریقای جنوبی صحبت بکنیم. فکر کنم تو کامنت ها یه ذره افراد تیز بودن، گیج شده بودن اینکه آفریقای جنوبی کجاست و چه جوریه و فرهنگش چه جوریه و اینا شرایطش. راستش این کشور ما هم خب خودمون اول یه ذره سورپرایز شدیم، شاید انقدر نمیتونستیم سرچ کنیم ببینیم. خب الان شما کانادا رو بزنی از ایران همه چی براتون میاد، آدرس همه مغازه ها، نمیدونم هر چی که بخوایم میتونیم پیدا کنیم، ولی اینجا هیچی نبود راجبش. واقعا شاید مردم ایران حق دارن که ندونن، ولی ما به محض اینکه وارد، ما قبلا اصلا اینجا رو به چشم یه پل نگاه میکردیم، گفتیم شاید مثلا بعدش برای یه کشور دیگه اپلای کنیم، ولی وقتی اومدیم اینجا فوق العاده کشور دوست داشتنی، زیبا، سرسبز، آب و هوای خوب. من چون خیلی نسبت به سرما حساسم، زیاد دوست ندارم سرما رو، اینجا خیلی خیلی برای من خوبه. کشور در حال توسعه، خیلی جاها همه چی از لحاظ کرونا خیلی خوب تونسته جمع جور کنه همه چی رو. واکسن ها رو داره میزنه بالای 18 سال دیگه، تقریبا شاید رو به اتمام باشه. آره، ما دو تا دوز رو زدیم. آره مثلا ما زدیم دو تا دوز رو. و اینکه خیلی خیلی کشور خوب اینجا، از همه کشورها اینجا هستن، مخصوصا اروپایی‌ها. ما حتی یه دوست داریم اینجا که ایتالیایی هستش، میگه ما اول در واقع ایتالیایی‌ها رو تو ایتالیا می‌بینیم، دوم تو اینجا، یعنی خیلی تعدادشون زیاده. دیگه حالا سوالای دیگه که شما بپرسید من جواب میدم، هرچی باشه. آره، حالا جلوتر رفتی میپرسید، میخواید در مورد بکراند خودتون بگین و بیاید جلو و اینکه اصلا چرا این کشور رو انتخاب کردین، چی شد که اونجا رو انتخاب کردین و بعد من خودم لیسانس دانشگاه آزادم، ژنتیک، ارشدم سلولی مولکولی، اونم دانشگاه آزاد خوندم، یه دونه مقاله سابمیت کردم و اینجا شروع کردم. از وقتی که اومدیم، خب اول که برای، یعنی منصور اول کارش شروع کرد، بعد از اینکه یه ذره جلوتر رفتیم دیگه همه کارو برای منصور تمام شد، من برای منصور کردیم اپلای کردم که من برای سال آینده کارم اوکی شده که شروع کنم، ولی حالا منصور دیگه خودش تعریف میکنه جریانش دیگه.
حتما حتما. قبل از اینکه شروع کنیم من یه سوال کوچیک اینجا بپرسم، ایشون که در واقع پذیرش و اینها رو گرفتن، ویزایی که شما گرفتید اجازه کار داشت؟ چجوری بود؟ چه مدل ویزایی بود؟ ما ویزای زبان اومدیم. ببین ما در واقع شرکتون یه جوری شده بود، ویزای زبان انگلیسی اومدیم اینجا گرفتیم که بریم زبان بخونیم. شرکتون یه جوری شده بود که فقط میخواستیم زودتر از ایران خارج بشیم، به خاطر اینکه بعد از ازدواجمون بود نمیخواستیم خونه بگیریم و اینا، میخواستیم که دقیقاً یه شرایط اینطوری بود که نمیخواستیم تو ایران بیشتر از این بمونیم. کلاس زبان رو گرفتیم، کاراشو کردیم برای ویزا، زیاد مدارک خاصی هم نمیخواد، هم ادمیشن و زبان و اینا رو دادیم و در واقع یک هفته ما ویزا رو گرفتیم. خیلی عجیب بود. حتی موقعی که رفتیم ویزا رو بگیریم بهمون گفتن شما اینجا چیکار میکنین؟ گفتیم که خودتون ایمیل زدین که بیان. گفت واقعا ما رو ویزامون آماده است. ولی از اون موقع به بعد موندیم، 8 ماه موندیم توی ایران به خاطر کووید، مرزا بسته شد، ویزامون 8 ماه رفت. نمیدونم حتی بلیت هواپیمامون هم مجبور شدیم پس بدیم. ما بلیت و اینا هم همه چی گرفته بودیم، تمام کار کرده بودیم، ولی این شرایط پیش اومد متاسفانه. با ویزای زبان چون ویزای استادی هست میتونیم کار مثلا بکنید، ولی پاره وقت یعنی. ولی خب در واقع کار پاره وقت اونجوری خیلی شاید اینجا نیست که مثلا شما بخواید برید، که خیلی کم پیش میاد کسی شما رو به عنوان پاره وقت استخدام کنه که کار انجام بده. من که فریلنس مثلا کارهایی که مثلا آنلاینه یا مثلا اونجور کارهایی که اصلا همه جا میشه انجام داده، یعنی فرقی نمیکنه که در واقع پاره وقت هم حساب نمیشه. زبون قالب انگلیسیه درسته؟ بله همه جا انگلیسیه. بله اوکی. بعد اینا یه زبون خودشون هم نیتیو هم دارن، اون زبونه چه جوریه؟ قالب نیست؟ فرانسه یا خودشون فرانسه یا یه سری زبونهای آفریقاییه که حالا بین یعنی با خوش، ولی شما هر جا میرین همه انگلیسی مسلطن و انگلیسی صحبت میکنن. اوکی خیلی خب برگردیم به یه ذره رفتید باشه، برگردیم به بک‌گراند ایشون که پروسه رو چجوری انجام دادید. پس با یه پذیرش زبان گرفتین، ویزا رو گرفتین، اومدین، بعد شروع کردید در واقع استاد پیدا کردن، دانشگاه پیدا کردن. حالا در مورد این پروسه بود. البته یه نکته بگم، ما قبلش ویدیوهای شما رو میدیدیم و خیلی برام خط به خط با حرفای شما جلو رفتیم. ما راستش یوتیوب به خاطر اینکه وقتی سرچ کردیم ویدیوهای شما از همه گویاتر بود، که مثلا توضیحاتتون بهتر بود. بعد دیگه اونا رو همونجوری انجام دادیم برای نوشتن نامه به استاد و بعد از کانادا هم شروع کردیم. حتی من یه دونه ادمیشم اونجا گرفتم مثلا برای دانشگاه پولینی تکنیک مونترال بود. یه پروفسور هم اوکی شد، ولی آخر سر گفت من زبان فرانسه میخوام و ما دیگه اصلا اون موقع نمیتونستیم فرانسه هم اوکی کنیم اصلا به هیچ عنوان. بعد راستش من خب دیگه شروع کردم برای کار دانشگاه رو انجام دادم با یه سری، خب چون اونجا یه پیش زمینه داشتیم به خاطر آشنایی که اینجا داشتیم، خیلی به ما کمک کرد که مثلا بتونیم با اون استاد ارتباط برقرار کنیم، ایمیج زدیم. بعد چند تا استاد اوکی شد. رزومه خودتون میگید؟ یکی در مورد رزومه خودتون میگید بعد. بله. خیلی طول و دراز مثلا کارهایی که کردم، بذارید کوتاه خلاصه میگم که وقت چی. من از 18 سالگی ساخت ماشین‌آلات رو شروع کردم، یعنی قبل از اینکه بخوام دانشگاه برم، به خاطر اینکه پیش زمینه من الکترونیک بود که کار کرده بودم از طریق برادر بزرگترم، و اینکه پدرم کارخونه مقوا‌سازی داشتن و ما از بچگی اونجا توی یعنی با ساخت ماشین‌آلات آشنا بودیم. و بعدش من یه دستگاه لامینت ساختم، 18 سالم بود اونجا، اون شد انگیزه من که اصلا رشتم و نقشه کشی صنعتی انتخاب بود. بعد از اون مکانیک خوندم، یعنی جلوتر از اینکه دانشگاه برم من داشتم کار میکردم. بعد دیگه این منجر شد به اینکه سال 2006 من یه سری اختراعات و اینا ثبت کردم که بیشترش تو زمینه سوختی بود و بازیافت، که هیدروکربن‌های سبک سنگین تولید کنیم، اتانول. و مشکل من از همینجا شروع شد که
برای رفتن به امریکا یا کانادا دانشگاه رو میخواستیم چیز کنیم، بیشتر تو زمینه سوختی بود کارهای من. یعنی همه یا تو زمینه نفت و گاز کار کرده بودم یه سری کارام، یا تو زمینه سوختی بود، انرژی بود. و این خب یه ذره برای من مشکل ساز شد اونجا. بعد این مشکلی به خاطر مشکلیه که بابت ویزای آمریکا به خاطر نفت و گاز بودن ممکنه ایجاد بشه رو میگین مشکل؟ بله آمریکا رو گفتیم این ریسک رو نکنیم یه موقع مثلا انرژی و وقت و اینا همه رو بذاریم و نتونیم. بالاخره میدونیم ما تازه شروع کرده بودیم زندگی خودمون رو جمع جور کردن، یه هزینه بابت این کارا گذاشته بودیم، نمیتونستیم خیلی ریسک کنیم واقعا. راستش خیلی هم خوبی ها از این داشتم که یه وقت مثلا این هزینه رو میکنم وقت رو بذارم جلو بره و مثلا ریجکتی داشته باشیم برای کانادا. چون که من 90% کارام تو زمینه انرژی بوده، اصلا اختراعاتم همه کارام بیشتر تو این زمینه. خب پس به این خاطر آمریکا رو گذاشتم کنار، ولی کانادا و جاهای بله، دیگه بله. خب بله کانادا هم که به اون شکل ما از یه دونه استاد یعنی زیاد اقدام نکردیم، با چند تا صحبت کردیم یه دونه شوکه شد، بعد دیگه خود به خود کشیده شدیم سمت آفریقا، نمیدونم برای چی. بعد دیدیم اینجا خب خیلی سریعتر داریم جواب میگیریم و خوب. چون ازدواجم کرده بودیم گفتم خب سریعتر این خیلی زودتر جون دیگه ما خونه نگیریم، هزینه هاش با هزینه های ما بیشتر جور در میاد، چون خب اینجا هر رند تقریبا کمتر از 2000 تومن تا این که بخواید پولتون رو تبدیل کنید. دلار 27,000 تومن و نمیدونم 28,000 تومن اینا زیاد برامون خوب نبود واقعا. یعنی سرمایه همونم خیلی کم میشد برای رفتن به اون کشور. برای در نتیجه دیدیم که شاید شرایط بهتری اینجا بیاییم، بالاخره با ویزای زبان بیاییم کاراشو بکنیم، یا میریم یا میمونیم اینجا دیگه. بعد که اومدیم دیدیم نه اصلا ما اطلاعاتی در مورد اینجا خب نمیتونستیم تو اینترنت به این شکل ببینیم که تا وقتی که خودمون اومدیم اینجا و دیدیم محیط خیلی خوبی داره، کشور خوبیه و امکانات دانشگاهش خیلی خوبه و برای همه این شد که بمونیم و حالا فعلا ادامه میدیم ببینیم که به چه شکلی. از نظر کاری هم بگم اینجا واقعا تشنه کارهای جدیده، یعنی شاید مثلا این کار مخصوصا برای من که یه ماشین ساز خودمو میدونم، مثلا دستگاه ساز میدونم، اینجا شرایط خیلی بهتری داره تا اینکه مثلا تو اروپا باشم. منی که یه ماشین سازم که مثلا شرکت خیلی بزرگی ندارم یا چیز، برای همین اینجا بهتر میتونم خودمو پیدا کنم تا اینکه توی اونجا مجبورم برای شرکت دیگه تازه کار کنم. خیلی داخل تو ایران هم تجربه تلخی داشته بابت اینکه یه سری اختراعاتش رو مجبور شده به خاطر شرایط کاری، شرایط کشور، اینا همه چی مجبور بوده که واگذار کنه به خاطر اینکه کار کنه. یعنی حتی کار آخرش رو که با اینکه ثبت اختراع اینا همه چی به نوع خودش بود، مجبور میشد بالاخره یه اسپانسر پیدا کنه بابت انجام دادن کارا. هزینه ها اینقدر به حدی وحشتناک شده بود، حالا تازه مثلا مال 5-6 سال پیش این قضیه. بعد ببخشید یه نکته که من دیدم پرسیده بودن این بود که مثلا چرا تو ایران و اینا. مثلا من تا الان تو ایران خیلی خوب دستگاه مختلفی ساختم، ولی تو این سالهای آخر به قدری متریال تو ایران داشت گرون میشد که دیگه اصلا نمیشد مثلا ماشین سازی خود به خود تو ایران دوچار یه معضل بزرگ بود. که اینم یه نکته ای که پرسیده بودن که چرا مثلا خوب رفتن و مثلا اینجا چجوری و اینجا میتونه خوب باشه، شرایطش گرون شدن متریال، قیمت غیر منطقی و نمیشد دیگه به اون رویه قبل کار کرد. اوکی خب یکم برگردیم عقب. این مسیری که میخوام پیش کنیم از اینجاست که اوکی شما یه در مورد خودتون، در مورد بک‌گراند چیزتون گفتید، در مورد بک‌گراند آکادمیکتون هم یه کوچولو بگید و اینکه پس شما قبل از اینکه اصلا با ویزای زبان بین آفریقا جنوبی شروع کرده بودید مکاتبه با اساتیدش، درسته؟ بله، یه فیدبک هایی گرفته بود، درسته؟ بله. اوکی بله. بعد تصمیم گرفتیم با ویزای زبان بیاید اون مکاتبات رو ادامه بدید و پذیرش بکنید، درسته؟ بله. در واقع بعد که رسیدیم آفریقای جنوبی ما حضوری رفتیم، با دو تا استاد صحبت کردیم و میدونیم وقتی که فهمیدن که استادا ما اینجا هستیم، وقتی منصور بهشون ایمیل زد گفت
ما آفریقای جنوبی هستیم خیلی سریعتر شد همه کارا. یعنی استاد گفت اوکی من فردا با تو ویدیو کال میکنم، اون یکی گفتش که بیا دفترم من تو رو ببینم، مثلا اینطوری. حتی با اون کسی هم که اوکی شد رفت دفترش، 3 روز بعد به ما ادمیشن استاد فرستاد. یعنی خیلی روند کارا سریعتر شد. خیلی عالی. خب چند تا مسئله اینجا. اولا که شما در واقع اون هزینه‌ای که نیاز بود برای بحث کلاس زبان و این حرفا چه جوری بود؟ یعنی مثلا دوره کلاس زبان چند ماهه بود از اول که براش ویزا گرفتی؟ چقدر هزینه پرداخت کردین؟ این چقدر برای بچه جالب؟ ببینید ما کلاس زبان ویزا وقتی به شما، این کلاس زبان به شما ویزا 1 ساله میده برای بار اول و قابل تمدید هم هست 1 بار. هزینه ادمیشن و پول 1 ترم اول کلاس زبان رو ابتدا میگیره تا به شما ادمیشن رو بده که حدوداً چیزی نزدیک زیر $200 میشه برای اولش. کلاً $200؟ زیر $200 برای اولش پول ادمیشن و پول 1 ترم کلاس زبان. بعد شما ماهانه که اون 6500 تا تقریباً نزدیک 400-500 دلار میشه برای اولش و بعدش ماهیانه زیر $200 پول کلاس زبان میشه. ارزون این کلاس زبان اینجا هست. کلاس زبان اینی که ما انتخاب کردیم، ما پیدا کردیم، وگرنه اینجا خیلی مثلا ارزون هم هست. مثلا اینجا هست که ماهی $1000 پول کلاس زبانه. اینی که ما پیدا کردیم اینطوری بود و یک بارم تمدید کرد برای ما اینو، چون ما 8 ماه از ویزامون گذشته بود تا بیایم و اینا، تقریبا 9 ماه 10 ماه از ویزا گذشته، 1-2 ماه بیشتر نمونده بود تا اومدیم سریع. دیگه من خودم تمدید کردم، اما منصور دیگه تمدید نکرد، یه راست رفت برای PhD دانشگاه. بعد اینم بهتون بگم، شما هر ویزای استادی و اینا که بگیرید یا حالا کاری برای آفریقای جنوبی، حتما حتما باید بیمه داشته باشید. یعنی یه شرکت بیمه اینجا شما رو بیمه کنه. آفریقای جنوبی بدون بیمه اصلا ویزا صادر نمی‌کنه. و اگه به اندازه مثلا PhDتون 3 ساله، شما بیمه 2 سال پرداخت کردید، بهتون ویزا 2 سال میده. و این بیمه هم بگم خیلی بیمه ارزونیه، اصلا بیمه گرونی نیست، همون در حد $500 برای 1 ساله. و حتی دندون پزشکی، نمیدونم چشم پزشکی، اینا هم ما رفتیم استفاده هم کردیم، همه اینا رو شامل میشه. خب اوکی، یه ذره برگردیم به این پذیرش مکانیکی که شما گرفتیم، پذیرش دکترای مکانیکی دانشگاه جوهانسبورگ، درست که جوهانسبورگ. بعد این چایتش چجوری از لحاظ مالی شرایطش چجوریه؟ بعد چه پروسه‌ای داشت؟ مدرک زبان می‌خواست؟ چجوری بود؟ بله، مدرک زبان می‌خوان، ولی اونقدر مثلا استادی اگه ببینن که شما اوکی این زبان میتونین ارتباط بگیرین، میتونه کاری بکنه که دانشگاه مدرک زبان از شما نهی. ولی در صورتی که شما وقتی میرین باهاش صحبت میکنین، کامل بتونین صحبت کنین، بتونید خودتون رو پرزنت کنین، کارتون رو توضیح بدید، اینا مشکلی ندارن. ولی خب و من مدرک زبان داشتم، ولی مدرک زبانی که بگید مثلا دقیقا مثلا اینا حتما 6 یا 7 مثلا میخوان، که مثلا IELTS 6 یا 7 مثلا میخوان تا اینکه حتما شما رو ثبت نام کنن، نه الزاما این نیست. یعنی خب باشه خیلی بهتره، بس استادم داره که استاد چیکار کنه. بعد من مبلغی که میگیرن دوروبر $1000 میشه سالیانه و برای شهریه دانشگاه است، که اونم مثلا من SLV گرفتم، یه بورسیه ای هستش به نام SLV که اون شهریه رو هم نصفش رو پرداخت میکنه، علاوه بر بورسیه ای که به شما میده اون شهریه رو هم شاملش میشه. اوکی، یعنی در واقع الان در واقع اون شهریه ای که شما پرداخت میکنید در مجموع چیزی بوده $500 در سال، درسته؟ واسه پروگرام $1000 ترمی $500 بعد در کنار این توی دانشگاه شما مثلا میتونید مثلا حالت دستیار استاد TA/RA و اینها هم بگیرید؟ بله بله
بس اینم قدرت استادتون داره دیگه که تو چه جایگاهی هستش بکنه. رزومه خودتون هم مهمه دیگه، رزومه چه کار کردید و اینا. در حالا منصور با کسی که لینک شد، خودش هد دپارتمان مکانیکه که در خیلی دستش باز بود. و اینم جالب بودش که اولش من به یکی ایمیل زدم، بعد ایشون این فایل من و سی وی من فرستاد برای این استاد هد دپارتمان، گفت خودت میگیری یا من، یعنی سی سی کرده بود ایمیل، گفت خودت اینو این دانشجو رو برمیداری یا من بردم. بعد ایشون هم پیغام داد که نه من خودم ایشون رو مثلا انتخاب میکنم، که بعد ایشون شد سوپروایزر دوم، یعنی هد دپارتمان شد سوپروایزر اول و ایشون شد سوپروایزر دوم. بعد بعد اوکی، پس معمول هستش که افرادی که دانشجوی دکترا هستن یه حقوقی حالا داشته باشن برای اینکه هزینه زندگیشون رو بتونن بدن. بله، در واقع الان حالا اینطوری بهتون بگم، حقوقی که منصور ماهیانه میگیره خیلی مثلا اینجا شاید زیاد نباشه، ولی میتونه اجاره خونه و خرج دو نفر ما رو، خرج مثلا مخارج زندگی رو پوشش میده کامل. اوکی. یعنی این دوتا رو کامل پوشش میده. حالا دیگه بسیاری به سبک زندگی هم داره دیگه، مثلا خب اگه بخوان خیلی خوب مثلا هزینه ها بالا ببرن، نه خب جوابگو نیست، ولی خب توی یه سطحی بالاخره انجام میشه. خب اوکی، این عددن چجوریه؟ حالا به اون اگه مثلا بخواین تبدیل کنی به دلار آمریکا، هم به وقت اینکه هزینه ها رو بدونیم اونجا مثلا به اجاره خونه و اینا در مجموع مثلا هزینه ها بر دو نفر چجوریه؟ اجاره خونه دلار شروع میشه، 400 دلار 500 دلار شروع میشه ماهیانه اینجا. یا خونه این واسه استودیو، آره استودیو، بعد حتی میتونید مثلا یه خوابه هم مثلا با این قیمت پیدا کنید، چون اینجا الان به خاطر کرونا خیلی اجاره خونه اینا همه چی اومده پایین، خیلی ارزون شده همه چی. یعنی ژانسبورگ شهر ارزونی نیست، ولی به خاطر کرونا خیلی قیمت اجاره اومده پایین، حتی خرید خونه اومده پایین. و اینکه قیمت اجاره خونه مثلا داریم، باز اینم بستگی به سبک زندگی هر شخصی داره که تو چه اندازه میتونه زندگی، از روی 5000 تا به بالا، 5000 رند به بالا میتونن خونه اجاره، هر رند معادل 1800 تا 800 تومان هر رند. این چه این واحد پولی رند؟ رند ولی زر مینه، ZAR نوشته میشه، ZAR توی مثلا آیکون های از این کورنسی ها مثلا ZAR نوشته شده. ZAR من هم روسیه منصورم حساب کردم به دلارش سالی 12000 دلار میشه. اوکی، سالی 12000 دلار میشه این دلار هم و یه موضوع دیگه که هستش اینجا، مثلا خود دانشگاه ها بستگی داره، اگه مثلا زوج باشن تشریف بیارن خب شرایطشون فرق میکنه، خونه هایی که دانشگاه میتونه بهشون بده شاملشون نمیشه، ولی یه سری خونه ها هست که دانشگاه و خیلی هم خونه های خوبیه، یعنی ما رفتیم دیدیم ولی گفتم به شما به زوج نمیتونیم بدیم، یعنی باید حتما پسر یا دختر باشن چون مجرد باشن خونه های خیلی خوبی میتونن بگیرن. یعنی اونا میتونن از این هاشون پایین بیارن. بعد این خونه هایی که مثلا من میگم بهتون، حتی استخر داره، باشگاه داره، تمام اینا همه چی کنارشه، همه چی شاملش میشه. خیلی جالب، خیلی جالب. اوکی، یعنی کلا من حسی که گرفتم این که یه فاز کشور سوسیالیستیه تقریبا، درسته؟ یعنی کمک حالا دولتی یا کمک در واقع دانشگاه و اینا به نظر میرسه که قابل توجه باشه. بیشتر آره، بیشتر مثلا مخصوصا برای خودشون خیلی بیمه، مثلا خیلی دارن کمک میکنن به خود آفریقایی ها، کسایی که سیتیزن هستن که بتونن یه شرایط بهتر و استیبلتری داشته باشن تو کشورشون، به خاطر اون قضیه آپارتاید اینا که بوده، خب اینا سعی کردن اینا رو جبران کنن که مردمشون تو راحتی بیشتری باشن. خیلی از بورسیه ها اصلا مخصوص خانوم هاست، فقط خانوم هاست یا خیلی ها مخصوص سیتیزن هاست فقط، مثلا چه آق خانوم چه آقا، برای همین خیلی از این نظر خیلی کمک میکنن. و اینترنشنال خب خیلی چیزا گذاشتن، بورسیه های زیادی برای اونا هست، یعنی سعی میکنن هم جذب کنن هم هوای خودشون رو داشته باشن. خب خیلی هم خوب.
بعد یک سوال این که آیا میدونی در مورد این که حالا اگر بعدش بخواید اونجا بمونی چره چه جوریه، شرطی دارن برای اینکه کمک کنن شما، مثلا اصلا اقامت دائمی دارن که بتونید بگیرید یا چه جوریه؟ میدونی شما در واقع یه مقطع تحصیلی که اینجا بخونید و اون رشته شما جز رشته هایی باشه که آفریقای جنوبی هر سال اعلام میکنه، بیشتر مهندسی ها، پزشکی ها، یعنی پزشکی که پیرا پزشکی مثلا اینجور رشته ها رو هر سال به عنوان رشته های کریتیکال اسکیل اعلام میکنه و بر اساس اون شما میتونید بلا فاصله بعدش برای اقامت دائم اقدام کنید اینجا و اقامت دائم بگیرید. بعد خب اقامت دائم گرفتن و یه نکته من بگم که اینجا چون تو صنایع معدنی، چون معدن اینجا زیاد داره از نظر ذخایر، خب اینجا نفت و اینا نیستش ولی خب ذخایر معدنی زیاد داره مخصوصا طلا، برای همین اینجا خب اون رشته ها خیلی خوبه، مخابرات، آیتی، کامپیوتر اینا خیلی خوبن، اینجا خیلی خوبن و حقوقای خیلی خوبی هم میگیرن، شرایط خیلی خوبی دارن اینجا. من یادم، من خودم ایمیل میزدم اول لیسانس که داشتم فارغ التحصیل میشدم داشتم اپلای میکردم، خیلی من ایمیل زدم، همون دانشگاه ویتس ایمیل زدم، دانشگاه جوهانسبرگ ایمیل زدم، کیپ تاون ایمیل زدم، نتونستم جواب بگیرم، وگرنه تو رشته مون میخوندیم هم تو درسامون که مثلا فلان اومدم فلان اومدم، بعد دانشگاه رو رفتم چک کردم در آورده بودم، جواب درست حسابی نتونستم بگیرم، وگرنه شاید من اونجا بودم. خب پس اینی که در مورد اقامت دائم میگین خیلی جالب بود، یعنی که یک مقطعی اگه بخونن و افراد و در واقع توی اون لیستی که خود کشور داره میکنه باشه همونجوری مستقیم اقامت دائم میگن. اوکی، بعد اقامت دائم به سیتیزنشیپ چی؟ اونم میدونی چه جوریه؟ مدت زمان داره؟ چه مدلیه؟ نه اونو نه، ولی مثلا اقامت دیگه مثلا بعدش بلافاصله اقدام میکنن و اقامتشون رو میگیرن، یعنی هیچ چیز دیگه من راجسترا یه مقدار مشکل دارن سر این مسئله، دقیقا نمیدونم چی هستش ولی اطلاعاتمون کافی نیست، ما پاسپورت اطلاعات نداریم. اوکی. بعد یه چیزی، اینی که اگر یک زوج باشن یک فردشون مثلا ویزای تحصیلی داشته باشه، فرد دوم در واقع چه جوریه؟ میتونه بیاد ویزای همراه؟ ویزای همراه اجازه کار داره؟ ویزای همراه بله اجازه کار داره، ولی هم داره. فکر میکنم، یعنی نمیدونم اینو دقیقاً که پاره وقته یا چطوریه، اینو دقیقاً نمیدونم واسش، ولی خب ویزای کاری یعنی اینجا بیاد میتونه ویزاشو به ویزای کاری تبدیل کنه. اوکی. با ویزای همراه بیاد میتونه ویزاشو به ویزای کاری تبدیل کنه. اینجا میتونه یه بار مثلا تمدید کنه بعد ویزای در واقع حالا یا بره برای فیلد استادی یا فیلدای دیگه. اوکی. خب یه چیز دیگه من بگم، بعد بچه‌ها اگه سوال دارن سوالا رو نوشتن اینجا و خب طبیعتا شما هم نکات دیگه داریم میتونیم بگیم، ولی من یه چیزی که حالا شنیدم میگم، من خب خیلی نمیدونم در مورد آفریقای جنوبی، یک فیلم دیدم جدیدن در مورد آپارتاید بود که دنیل رادکلیف بازی کرد، نمیدونم اون دیدین یا نه. بعد یه زندان تریلرش رو دیدید؟ فیلم خیلی خوبیه، اسمش هم یادم نیست چیه، ولی داستانیه که در واقع اینها باز دوستا حالا به نوعی نزدیکای مثلا نلسون ماندلا بودن که افتادن زندان، بعد یه جوری حالا از زندان در کلا فرهنگ که دیدم البته خوب طبیعتا اون مال یک کمی قدیم بوده، یک کمی حالا یک کمی قدیم مثلا 20-30 سال 30-40 سال یعنی هم چیزی یک کم بیشتر، ولی خب نسبت به بقیه کشورها اونا کلا یه مقداری دیرتر این سیستم در واقع فاصله ای که بین طبقات حالا مثلا سیاه سفید و اینها بود و گذاشتن کنار. چیزی که به نظر میرسه، نمیگم قطعا این وجود داره، شاید اصلا شما بگین اصلا همچین چیزی وجود نداره، اینه که شاید یک کمی رده های نجات پرستیشون بیشتر باشه حالا نسبت به کشورهایی که یک کمی دیر زودتر اینا رو گذاشتن کنار. یه همچین چیزی شما حس کردید اصلا یا نه؟ اصلا نه، اصلا نه، به خاطر اینکه اینجا خیلی سعی میکنن که میدونید اتفاقا سعی میکنن این موضوع از بین بره، برای همین نیست. بعد همیشه برعکس دیگه، ضعیف‌تر سیاه‌پوستا بودن در واقع اینجا، برای همین خود به خود در واقع این سعی شده که اینو جبران کنن که یه همسطحی ایجاد بشه، برای همین واقعا نژادپرستی نیست، خیلی مردم مهربانی داره.
و آره خیلی ما فیدبک خوبی گرفتیم ازشون، یعنی خیلی مردمان شادی هن همه جا، خیلی شاد، خیلی با روی خوش برخورد میکنن همه جا، خیلی مهربون هن واقعا، یعنی ما اینا رو کامل حس کردیم اینجا. حتی دوستانی داریم که اینجا، خب ما اینجا خیلی مثلا با یه گروه خیلی بزرگ اینترنشنال دوست هستیم، از همه جای دنیا تو این گروه هستن همه جوره، و میدونید اصلا هیچ این بحثا هیچ وقت بینمون پیش نیومده. آره این دوستات سفید سیاه از همه کشورها هستن و هیچ رنگین پوست اصلا هیچ چیزی نبوده، یعنی حتی برخورداشون هیچ موقع هیچ کدوم حالا حتی اون ذهنیت بعدی که راجع به ایرانی هم وجود داره اونم نبوده. خیلی خوب، خیلی خوب. نکته دیگه ای دارین در مورد کلیت پروسه احساس میکنید بچه ها باید بدونن یا اینکه برید را سوال؟ راجع به آفریقای جنوبی مثلا اینقدر دیده بد داشتن و اینا مثلا واقعا درست نیست. این کشور به نظر من از خیلی از جاهای اروپا هم به نظر من بهتر، حالا نظر شخصی منه، خیلی دوست داشتنیه، مخصوصا به خاطر آب و هوایی که داره و سرسبزی و زیباییش و اینا واقعا قشنگه و اصلا قابل مقایسه با اون کشورهای آفریقایی که توی قاره، یعنی قسمت شمالی قاره هستن، اصلا قابل مقایسه نیست. همینطور کیپ تاون که شما میدید دیگه، جزء مثلا 5 تا شهری که مثلا میگن حتما باید برید ببینید. آره آره واقعا جای زیباییه، خب چون دسترسی به اقیانوس داره و خیلی هم اروپاییه هم یه جوری، بعد اینجا کلا معماری و همه چیش تحت تاثیر اروپا و حاله امریکا و یعنی از همه جا ترکیب داره، برای همین حس خاصی داره توی مثلا تو شهرش وقتی میچرخید، یعنی واقعا حس خوبیه، یعنی خیابونای قشنگ و کیفیت زندگی که به نظر آدم میتونه اینجا داشته باشه نمیتونه تو خیلی از کشورهای اروپایی اینا حس کنه اینو داشته باشه. بگم دوستانی داریم اینجا که از اروپا اومدن اینجا کار میکنن، حتی مثلا از آمریکای جنوبی اینا هستن و به حدی مزیت ها دارن که توی این شرکت ها حالا مدیر هستن، توی این شرکت ها اینجا کار میکنن، مزیت های زیاد دارن که هیچ موقع خودشون میگه ما تو اروپا یا تو کشور خودمون نمیتونیم اینجوری داشته باشیم، یعنی حقوق 4000 یورو 5000 یورو یا یعنی اصلا توی اروپا که نیست همچین چیزی حالا، ولی اینجا خیلی بالاترش هم میتونن بگیرن با مزیت های بیشتر. خیلی جالبه، خیلی جالبه. اینو من الان چیز شدم تشویق شدم که هم اول برم یه مقداری چند تا ویدیو یوتیوب نگاه کنم در مورد تاریخ، بخاطر اینکه من نمیدونستم فرانسه هم قالب اونجا یعنی یه بخشی صحبت میکنن، الان میخوام اینو فرانسه ده از کجا اومده اونجا و خب کلا یه کمی تشویق شدم. خب خب اوکی اوکی، من پس اینو باز میکنم برم سراغ سوالات. باز یه کمی سوال پرسیدن در مورد این که بحث هم ویزای زبان، خب که دقیقا پروسش اینجوری بود که پس شما یک کلاس زبانی رو پیدا کردید توی آفریقای جنوبی، بعد بهشون ایمیل زدید و پذیرش رو گرفتید، اون که مینیمم ریکوایرمنت خاصی نمیخواست واسه پذیرش زبان، همینجوری مدارک معمولی داشت. ما ببینید مثلا ما کارمون ایمیلی انجام نشد، ما حضوری در واقع کسی اینجا رفت برامون انجام داد، ادمیشن رو برامون فرستاد، فقط پاسپورت و اینا رو براش فرستادیم و پول رو بهش پرداخت کرده بودیم و بعد ادمیشن اینا رو که گرفتیم با یه سری مدارک دیگه، تمکن مالی و یه سری فرمایی که ویزا برای ویزا نیازه، که در واقع دیگه ما سفارت هم نرفتیم، بی اف اس رفتیم که یه شرکتیه که حالا تو ایران همه جا شعبه داره، یعنی فقط تو تهران برای کشورهای مختلف شعبه داره، بعد میتونیم بریم اونجا اپلای کنیم، مدارک رو تحویل بدید، نوشتن که ماکسیموم 60 روزه ویزا میدن، حالا یه ذره ممکنه الان به خاطر کووید این متفاوت پروسه طولانی تر بشه. اوکی بعد عرضم به حضورتون که گفتن که اینا بگم یه چیزی رو راجع به زبان فرانسه که گفتی، فرانسه مخصوص آفریقای جنوبی نیست،
کشورهای آفریقای شمالی هم که حالا اینجا هستن، مهاجرت میکنن ولی بهش. زبان اینجا که هستن هلندی هم دارن، هلندی یعنی اون هلندی هم دارن. هلندی هایی که از خیلی وقت پیش اومدن اینجا و دیگه آفریقایی، آفریقا جنوبی محسوب میشن دیگه، در واقع به اونا آفریکانس میگن، هلندی هایی که از قدیم اومدن اینجوری بودن. و اونا هلندی حرف میزنن؟ هم آفریکانس صحبت میکنن. آها، او یه زبونیه که حالا مثلا شبیه هلندیه، درسته؟ راستش نمیدونم خیلی، ولی خیلی توش خه داره. سخته، خیلی زبونشون سخته. اوکی اوکی. بعد در مورد بحث تغییر رشته، خب شما مثلا چیز دارین که ایده‌ای دارین که اونجا اگه کسی بخواد بیاد رشتهش رو تغییر بده، آیا شرایطی وجود داره که بتونه این کارو بکنه؟ میتونن، اینو میدونم که میشه که مثلا تغییر رشته بدن. بیشتر میدونی خب اون مقاله هم که قبلا کار کردن هم مثلا مهم، حالا تو مثلا تو ارشد بودن، زمینه ای که کار کردن یه جوری مرتبط کنن، بعد بخوان برن تو اون زمینه واسه پی اچ دی اقدام کنن. پست دکترا هم اینجا خیلی خوبه شرایطش برای پست دکترا، حقوقای خیلی خوبی میدن، ولی خب از پی اچ دی نباید بیشتر از 5 سال گذشته باشه. آها اوکی. آها راستی شما در مورد دکترای خودتون نگفتین که چجوری خودتون پروسه دکترا رو انجام دادید و مثلا پذیرشتون رو گرفتید؟ شما رفتید اونجا شروع کردم به مکاتبه کردن، ایمیل زدن، بعد همطوری حضوری هم رفتم و چند نفر رو دیدم، با یه نفر اوکی شدم، ولی هنوز بورسیه من 100% نشده، چون من باید اون در واقع پروپوزال رو بنویسم، در واقع دانشگاه بگیرتشون ثبتش کنه، بعد که بورسیه رو مثلا به هم شرایطش رو بگن، ولی خب به هم گفتن که بالای مثلا 99% اینا بورسیه هم اوکی میشه، مشکلی نیست. تعداد بورسیه ها خیلی زیاد هستش برای رشته مهندسی و اینا، خیلی خوبه. زیاده یا پیراپزشکی مثلا خیلی خوبه برای بورسیه گرفتن، ولی خب مثلا یه سری رشته های مدیریتی و اینا به مقدار یه ذره شانسشون کمتر میشه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. بعد چندان به حضور خوشه در مورد ارزم به حضورتون که در مورد رشته های دیگه مثل مثلا رشته های پزشکی و دندان پزشکی اینا هم اونجا اطلاعات دارین؟ در جریان هستین؟ راستش پزشکی، دندان پزشکی رو اینجا خیلی متقاضی برای زیاده، خیلی زیاده. و اینکه در واقع اومدن برای کسایی که میخوان بیان اینجا بخونن، به کسایی اختصاص میدن که کشور خودشون قابلیت اینو ندارن که بخونن، چون متقاضیشون خیلی زیاده. رشته های مثلا پزشکی، دندون، اینا مثلا اینطوریه شرایطش برای اینجا. بعد گفتن که اگه ممکنه اسم اون در واقع مدرسه زبانی که گفتیم و اینقدر شرایطش خوب بوده بگیم بچه ها بدونن، حالا ما تو کامنت تو چیزا هم میتونیم اسمش انگلیش سنتر هستش، اسم خاصی اینجوری نداره. پس میتونید لینکشو برای من بفرستین که من در واقع توی دیسکریپشن کانال تو یوتیوب بذارم که بچه ها بتونن اونجا ببین. اوکی، لینک سایتشو فرستید، انگلیش سنتر تو جوهانسبورگ. احتمالا خب خیلی نیست. اوکی بچه ها سوالی دارین تو این قسمت سوالات بنویسین، سوالی هم که در واقع خوبه لایک کنید که بیاد بالا در واقع بتونید مطرح. اوکی، بعد گفتین که چه شهری هستین؟ جوهانسبورگ هستین درسته؟ بله. یه نکته بگم در مورد آفریقای جنوبی که 3 پایتخت داره در واقع. جدی؟ فکر میکنم جزء تنها کشوریه که 3 پایتخت داره. یکی دربان، کیپ تاون هستش و بلانفانتین و پرتوریا. چرا؟ چجوری این وضعیه؟ یه پایتخت سیاسی داره، یه پایتخت رو نمیدونم. پرتوریا پایتخت سیاسیه درسته؟ اوکی. در واقع جوهانسبورگ شهر خیلی بزرگه ولی پایتخت نیست و جاده که پرتوریا و صنعتش هم جوهانسبورگ و اینا رو فکر کنم توی خودش یعنی در بر میگیره، یه منطقه اینطوری فکر میکنم، دقیقا مطمئن نیستم. اوکی، کیپ تاون چیه؟ پایتخت فرهنگی؟ توریست
توریستیه شاید. خیلی توریستی. اصلا میگن که مثلا کیپتاون خیلی خوبه برای مثلا پیرمردا و اینه که مثلا اروپایی در واقع بازنشستگیش اینو میان با سرمایه‌ش میان اونجا که خیلی فوق العاده سواری میکنن کلا شهر استفاده یه جوری فکر می‌کنم مثل لاس وگاس مثلا اونجوری مثلا گردگیری و گردش بیابونه اونجا بیابونه اینجا اقیانوس برعوته آره سرسبزیش اصلا با اونجا مقایسه نیست میامی یا مثلا نمیده خوش و هوا اوکی این وضعیت کار ویزای همراه رو خیلی چیز کردن لایک کردن اینجوری چیز هست وضعیت کار رو گفتن که در واقع همراه اجازه کار ظاهرا داره درسته؟ بله اوکی این دقیقا حالا باید بپرسم ببینم ولی فکر میکنم همراه هم پاره وقت بهشون میدن فکر میکنم که اونم پاره وقت اینو به من خبر بدیم من دیسکریپشن رو مینویسم فیسبوک که دقیقا جزئیاتش این بود بعد در مورد بحث اینم گفتن که با مؤسسه چجوری میشه ارتباط برقرار کردم من در واقع لینک مؤسسه‌شون میگم تو دیسکریپشن میذارم که بتونید در واقع اونجوری با مؤسسه ارتباط برقرار کنید بعد آها کلا پروگرام ها ریسرچ محوره یا اینکه در واقع کورس هم داره پروگرام دکتر شما کورس هم داره نه برای من ریسرچ هست و به طور معمول 4 ساله است یا 3 ساله 3 ساله سیستم اروپایی اوکی اوکی بگم مسترش هم ریسرچ محور داره همین که مثلا ریسرچ ها اصولا یک سال است برای مستر اونایی که مثلا کورس هم داشته باشن دو ساله این دارا میشه شما حالا من اینو تو دو تا سوال میپرسم یکی اینکه مثلا سوال کردن که آیا این به نظرتون میتونه یه نقطه شروعی باشه برای مهاجرت به یه جای دیگه حالا مثلا کانادا یا اینکه خودتون فکر کردین به این که حالا مثلا بعد از اینکه درس تموم شد برید یه جای دیگه یا اینکه به نظرتون همون جایی که هستن خیلی خوبه و مد نظرتون رو بمونی یا اینکه هم تصمیم نگیرید راستش به شخصه برای من که همیشه کار کردم اونجا که کار و شرایط زندگیم خوب باشه ترجیح میدم بمونم یعنی یه چیزی هم که هست فکر میکنم که حالا نمیدونم این چیه که مثلا وارد فرهنگ ما شده یا وارد ذهنیت ما شده که تا قبل از این شد خودم هم اینجوری فکر میکنم همش فکر میکنم که مثلا امریکا فقط خوبه کانادا فقط خوبه یا کشوری مثلا اروپایی فقط ما برای چی مهاجرت میکنیم؟ برای مهاجرت میکنیم که زندگی خوبی داشته باشیم درآمد خوبی داشته باشیم خب پس هر کجا که به اینا بتونیم برسیم امنیت و همه چی رو داشته باشیم خب چه کاری؟ فکر میکنم کافی باشه یا نیازامون رو برآورده کنه حالا میتونیم برای پیشرفت یا قدم های بعدی رو برداریم ولی فکر میکنم ملاک ها باید اینا باشه که بتونیم زندگی بهتری داشته باشیم من عقیده من اینه راستش من درست ما باید اومدیم به خوشم اومد و فلان حالا واقعا مهاجرت دوم رو تصمیم نداریم فعلا یعنی ترجیح میدیم من خودم مثلا ترجیح میدم حتی اگه مثلا نرم توی بخش بیمارستانی اینا کار کنم تو همون حوزه آکادمیک بمونم ادامه بدم ببینید مثلا حتی یه به اینجا خب مراوداتش تجاری شو اینا با امریکا و خیلی کشورهای دیگه زیاد هستش و الان خب مثلا با ناسا اسپیکسیکس مثلا خیلی از پروژه‌ها اینجا هم دارن فعالیت میکنن یعنی به صورت مشترک دارن کار میکنن حالا تو خبرها اگه دوستان دنبال کنن میبینن که یعنی خیلی اتفاقات علمی داره مشترک اینجا میفته به نظر من آینده خوبی داره اینجا و اگه به همین روند ادامه بده خب خیلی شرایط بهتری هم میتونه داشته باشه خیلی خوب من چیزی که تعجب کردم تو صحبتاتون این شرط اقامتش بود خیلی اوکی اقامت میده یعنی اینکه بعد اینکه درس تموم بشه مثلا همین جوری بیا بگی اقامتو این خیلی یعنی یه رویه بسیار تندرویه واسه گرفتن مهاجر که من انتظار نداشتم که اینجوری بشه تو کانادا همچین چیزی تقریبا حالا بعضی برنامه‌های استانی نزدیک هست به این ولی برنامه فدرال نه برنامه فدرال کسی بعد فارغ التحصیلی بخواد الیجیبل بشه نمره زبان خوبی باید داشته باشه یعنی واقعا یه شرایط دیگه هم باید داشته باشه یعنی فقط همین کافی اوکی خیلی هم خوب و چون میدونید دلیلش این هستش که اینجا تشنه آدمای متخصص هست یعنی نیروی کارگر به مقداری که خیلی زیاد داره
و قیمت های مناسب کار میکنن، ولی متخصص به نسبت کمتر داره. برای همیشه سعی میکنه برای اونا بستر رو فراهم کنه که اونا بیشتر جذب بشن اینجا. پرسیدن که در واقع میانگین حقوق کارگری چجوریه، یا اینکه بذاریم من اینجوری بگم شاید سوالو بهتر منطقا برسونه، حد اقل حقوق میدونی چجوریه؟ ساعتی مینیموم به؟ ببین برای چه کاری آخه، مثلا برای کار مختلف، مثلا کاری که در واقع اینطوری بگم، واقعا کاری که مثلا کسی به عنوان دانشجو بخواد بره مثلا چه میدونم رستوران کار کنه، فروشگاه کار کنه، واقعا نیست، واقعا نیست. خب نیست نه، مثلا خیلی سخت میشه، بعد مثلا خیلی شرایط نرمالی باشه، مثلا شرایط خاصی باشه تا شما به عنوان یه دانشجو بتونید برید همچین کار رو انجام بدید. ولی خب کارهای تخصصی مثلا مهندس مکانیک در واقع ماهی، نه خب از 2500 دلار اونطورا به بالا شروع میشه، 2000-2500 دلار مثلا شروع میکنه. آها گفتن که این فاندهایی که صحبت کردین، اسکالرشیپ هایی که گفتیم برای مستر هم وجود داره؟ برای مستر وجود داره ولی از سال دوم به بعد میدن و خب مبلغش کمتره. مبلغش مثلا اگه بخوام به رند بگم، مثلا اگه یه دانشجو پی اچ دی از 10,000 رند به بالا ماهیانه مثلا یه بورسیه بهش تعلق میگیره، اگه کارشناسی ارشد باشه میاد مثلا میشه 6000 تا 6500 تا 5000 تا کمتر میشه. اوکی 10,000 رند میشه تقریبا 1,000 دلار، درسته؟ کمتر از 1,000 دلار. الان هر دلار 14.73 رند. اوکی 4500. اوکی متوجه شدم. خب بعد ارزم حضورتون که خب شرط اقامت دام که گفتن، شرط برای ارشد هم گفتن، برای بیمه هم که گفتن، بله قبل از اینکه اقدام کنیم برای ویزا باید بیمه رو داشته باشیم، درسته؟ بله. این جزو مدارک ویزا هست. بله. بله. اوکی. یا پرسیدن کدوم کشور؟ آفریقای جنوبی. آفریقای جنوبی یک کشور، اسم کشور آفریقای جنوبی. و اینجا ایران سابقه طولانی به خاطر اینکه خب همونجور که میدونید تاریخ، مثلا رضا شاه اومده اینجا، خونش هست هنوز اینجا، مثلا هنوز از سفارت میرن اونجا محل اقامت، و واقعا کشور قشنگیه، یعنی از قبل ما پیشینه تاریخی داریم که با اینجا آشنا هستیم، ولی خب شاید مثلا کمتر شده صحبت در موردش. اسم آفریقا که میاد یه فکر دیگه. آره آشناییت کمتره نسبت به قاره های دیگه، نسبت به کشورهای دیگه زیاد نیستن واقعا ایرانی هایی که اینجا هستن، خیلی کمه. جامعه ایرانی زیاد نیست؟ نه نه خیلی کم. جامعه ایرانی موازه ایرانی، ما خودمون غیر از اون 4-5 نفری که مثلا دوست خودمون هم میشناسیم دیگه ایرانی نیست. حالا هستن که مثلا میبینیم، ولی بیشتر فکر میکنم بیشتر تو کپتان هم فکر میکنم بیشتر اونجا باشه. اونم میدونید فرشان دوش یا استاد دانشگاه به این شکل. اوکی خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. گفتن دانشگاه هاش از لحاظ رنکینگ و اینها چه جوری هستن؟ تو ذهنتون هست تو رنکینگ ها؟ کپتان بالاترین رنک رو داره، بهترین رنک رو داره فکر میکنم. کجا؟ کپتان، دانشگاه کپتان. آره فکر میکنم حدود 100 خورده ای اینا باید باشه فکر کنم، آخه امسال به خاطر کووید یه ذره رتبه ها همه جابجا شده. بعد دانشگاه وینیس، بعد دانشگاه جوهانسبورگ، بعد استلنبوش که در واقع نزدیک کپتانه، و بعد دانشگاه پرتوریا و بقیه دانشگاه هاش هم دیگه پایین تر. دومی کدومه؟ ویتس. ویتس. آه ویتس، درست درست درست. الان یوجه همین دانشگاه جوهانسبورگ رتبهش 434 تو کیو اس این، درسته؟ بله کیو اس. بله بله خوبه رنگ شما، پس خوبه.
حالا مثلا یه چیزی که هست، خب مثلا من دانشگاه علم و صنعت بودم قبلش، کارشناسی ارشدم و دانشگاه علم و صنعت فکر میکنم رتبه 600 و 600 خورده ای الان خاطرم نیست. منطقی بعد بسیار لی. بعد در مورد بحث امنیت و اینا پرسیدن، امنیت و که مشکلی نداره زمان جا ببینید یه سری مناطق مشخص هست که خب ممکنه یه ذره آمارای مثلا حالا جرم و اینجور چیزا بالاتر باشه، ولی بیشتر جاهایی که حالا ما خودمون زندگی کردیم، من مثلا تو 3 تا ناحیه مختلف اینجا تو این مدت مثلا زندگی کردم، واقعا تا حالا هیچ مشکلی برام پیش نیومده. بالاخره به نظر من همه جای دنیا آدم باید مراقب باشه، ولی میگم یه سری جاهایی که محله‌های خیلی قدیمی مثلا جوهانسبورگ که قدیمی ترن و اینا مثلا آره یه سری چیزا هست، ولی تو جاهایی که هستش همه مثلا دارن زندگی میکنن کنار هم واقعا هیچ مشکل اونجوری نه. بعد یه سری چیزا رعایت کرد واقعا طبیعتا. آمریکا هم میشه. اوکی خب عرضم به حضورتون که اینم گفته بودن که پس شما دارن از طریق برای اون مدرک برای اون پذیرش زبان از طریق وکیل اقدام کردین درسته؟ یعنی مستقیما میشه اقدام کرد یا میگم ما چون اینجا مثلا کارش یه ذره حضوری انجام دادنیه، یعنی حضوری نیاز داره که برای ویزای زبان چون قیمتش انقدر پایینه اینطوری میشه در واقع، وگرنه خب دانشگاه ها هم دارن دوره زبان اینا، ولی خب میدونیم من خودم یک بار یک ویزای یک ساله گرفتم، بعد دوباره یک سال برام تمدیدش کرد، یعنی نامی، یعنی در واقع 2 سال شما میتونید با این ویزای زبان اینجا باشین دنبال پی‌اچ‌دی بگردید، درس مثلا بخونید، یا اگه یک بار اینجا ویزاتون تمدید شه با هم استادی که هستی بعدش میتونید اینجا اگه کاری پیدا کردید ویزاتون رو اینجا تغییر به ویزای کاری بدید و خب کار کنید. خیلی خیلی خوب بود. من سوال رو باز رو تمام پرسیدم. بفهم بفهم بعد و یه نکته که داره ویزاتون رو که اینجا تمدید میکنی توی ویزاتون نوشته میشه نو چنج استاتوس رو برمیدارن، ایران اینو میزنه نو چنج استاتوس رو که دیگه شما یعنی نتونید تغییر بدین سابجکت ویزاتون رو، ولی وقتی میاد اینجا یه بار تمدید میشه دیگه بعدشش مشکلی ندارید، میتونید ویزاتون رو بعد مثلا من میتونستم بار دوم که ویزا گرفتم به همراه تغییر بدم یا مثلا برای ویزای کاری اقدام کنم، ولی من ترجیح دادم همون استادی بمونم چون مثلا میخوام پی اچ دی بخونم دیگه، ویزام فقط اون اسم در واقع جایی که درس میکنم تغییر پیدا میکنه. خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. خود من این سوال میگم از همین پرسم، این که اگه برگردین عقب الان چند وقت اونجا این؟ یک سال. اگه حدودا مثلا یک سال و نیم برگردین عقب کدوم قسمتی از پروسه یک سال و نیم اخیر رو متفاوت انجام میدید با توجه به تجربیاتی که الان کسب کردین و اینها، و اینکه آره اینو میخواین در واقع بچه‌هایی که میخوان مسیر شما رو طی کنن بدونن؟ راستش ما مسیر خوبی رو رفتیم، شاید مثلا یه مقدار تو هزینه ها باشه که خب اونم با تجربه مثلا میشه حلش کرد، ما الان یاد گرفتیم چجوری خرید کنیم از کجا خرید کنیم، اینا یه چیزایی که خب تو مدت زمان شما تجربه میکنیم و اگه برگردیم اقعا باز این تجربات رو نداریم، یعنی خب خود به خود یعنی یه چیزایی که نمیشه گفت اشتباه، ولی خب ولی 100% میشه یه چیزایی رو اصلاح کرد، مثلا اینکه خب یه پروسه‌ای رو ما الان یاد گرفتیم که قطعا اون موقع نمیدونستیم، یا خب تو همین نامه‌نگاری ها ما دستمون خیلی راه افتاده که الان دقیقا میدونیم به چه شکل بنویسیم، نامه هراسه تو باید مثلا تفاوت داشته باشه با قشنگ دقیقا همون نکاتی که شما میگفتید تو چیز دقیقا اینا رو رعایت میکنه، خب بهتر شده از این نظر. آره سلام، من بهتر از آره امیدواریم که روژی خب شرایط خیلی بهتری رو میتونه داشته باشه با تجربه که من کسب کردم. خب کلام آخر صحبت صحبت خاصی نداریم، حالا امیدوارم که ذهنیت مردم نسبت به آفریقای جنوبی
تغییر پیدا کرده باشه، بالاخره اون دیدی که وای چرا آفریقا اینا. من خودم وقتی ایران بودم هرکی میپرسید کجا داری میری میگفتم آفریقا جنوبی، میگفت اونجا چرا، برای چی اونجا میخوای بری؟ دارم اونجا شرایطش برای من خیلی بهتره، نرمالتره، زیاد میتونم از پس هزینه هایی که ما خب بالاخره یه مدت تا بورسیه منصور اینو اوکیشه از در واقع خودمون جیب هزینه کردیم و اینا همه بوده، میتونستیم از پس اینا بر بیان. اینا برامون خیلی مهم بود. خیلی هم خوب. آره اینی هم که زود اتفاق افتاده اینا هم یه فاکتوری که خیلی دارم. مثلا ببین برای کانادا مجبور بودیم ترکیه بریم یا کشور دیگه، اینا همه هزینه بود برامون. دلار لحظه به لحظه تغییر میکرد، بعد یه سری چیزای دیگه میخواست و اینکه خب اینجا سفارت میدون آرژانتین بود تو تهران، میرفتیم میومدیم مثلا کاری نداشت. آره بی افس دیگه اینا خیلی خوب. و ما دیگه تو کرونا اینا اومدیم و اونش یه ذره هم 8 ماه اذیت شدیم، ولی خب دیگه بعدش اومدیم. خدا رو شکر. در مورد آب و هوا هم که گفتین، آب و هواش چه جوریه؟ دهاره‌ای مرطوب است. اصلا برعکس ایران. فوق‌العاده است. من عاشق آب و هوا. الان اینجا در واقع آخرای زمستونه، داریم میریم تو بهار. و 6 ماه تابستون داره. 2 ماه بهار، 2 ماه پاییز، 2 ماه زمستون. ولی خب زمستون سرد و خشکی داره، نه اینکه مثلا خیلی چی باشه. ولی خب واقعا اونجوری برف و بارون و اینا نیست. نه به شدت کانادا و آره امریکا نه اصلا اونجوری نیست. ولی خب چون برف هم اینجا نداره، بارندگیش بیشتر تو فصل تابستون و بهارش هست. خیلی هم عالی. خیلی هم عالی. خیلی خیلی خوشحال شدیم از اینکه باهاتون صحبت کردم. من خیلی خودم چیز یاد گرفتم، برام خیلی جالب بود. میگم که امیدوارم تشریف بیارید اینجا. خیلی یه ذره یوتیوب از اکتبر به بعد اینجا هوا عالی میشه. یه چیز معروفی هم اینجا داره، درخت جاکارانداش که بنفش میشه خیابونا، فوق العاده است. یعنی اکثر گل بنفش داره، یه درختایی کی کلا بنفش میشه این خیابون، یعنی اسمش جاکاراندا. جاکاراندا. اوکی اوکی. اینا رو نگاه میکنیم ببینیم چه جوری میشه. بیا ان شاء الله اینجا. خیلی هم خوب، خیلی خوشحال شدم. مرسی که دعوت منو قبول کردید. خیلی خیلی ممنونم. شب که تو همه مراحل زندگیتون موفق باشین و مرسی از اینکه تجربیاتتون با من شریک. ممنونم. تشکر از وقتتون. شب اینم اونجا درست باشه. بله بله. شبتون بخیر. دو ساعت از ایران عقب. ساعت 7:31 اوکی. 2 ساعت و نیم. من فکر کنم خیلی با فاصله بیشتر باشه. 2 ساعت و نیم فقط. اوکی. خوب شما سلامت باشین. خدا نگهدار. خدا حافظ. خدا حافظ. اوکی خیلی خیلی ممنونم از شما هم که همراهی کردید ما رو. امیدوارم که براتون جالب بوده باشه، یه ذره یاد گرفته باشیم همگی. من که خودم خیلی چیز یاد گرفتم در مورد آفریقای جنوبی و یه سری باورهایی که داشتم یه کوچولو عوض شد. و اینکه امیدوارم که دیگه موفق باشید تو هر پروسه اپلایتون، تو پروسه کلا زندگیتون، حالتون خوب باشه، همه چی خوب پیش بره جلو. اگرم در واقع اینا تو یوتیوب دارید نگاه میکنید یا حالا اینستاگرام دارید نگاه میکنید، تو یوتیوب رو سابسکرایب بکنید، برید اونجا تو یوتیوب بنویسید ایزی اپلای، یوتیوب میاد بالا، ما اینا رو همه رو اونجا میذاریم، این ویدیوهای لایو رو. و اینکه بهمون فیدبک بدید، تو کامنت ها بنویسید که با چه رشته ای، با کدوم کشور در واقع تو این مصاحبه انجام بدیم که در واقع بتونیم که رشته شما رو هم کاور کنیم، کشور مد نظر شما رو کاور بکنیم. الان یه کوچولو داریم سعی میکنیم کشورهای متفاوتی هم بیایم اضافه بکنیم و دامنه رو یه ذره گسترده تر بکنیم، یکم بیشتر یاد بگیریم در مورد کشورهای مختلف دنیا. خیلی خیلی ممنون که با ما همراه بودین. انشالله که شب روز خیلی خوبی داشته باشین. قربون شما. خدا حافظ.